سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. فرامرز فروزنده هستم و با همکاری دوستانم علی، پومن، هومن و آرش هشتمین برنامه از مجموعه مرغ سحر رو به شما بینندگان عزیز در این تلویزیون تقدیم میکنم. امروز مهمان ارزنده‌ای دارم که شانس گفتگو با ایشون رو برای مدت‌ها نداشتم به دلیل اینکه فراهم نمیشد و ایشون در این فاصله از گفتگوهای قبلی ما تا حالا کلی اقدام کردند، کلی فعالیت کردند و ثمرات این فعالیت‌ها و اقدامات رو اسارش رو در برنامه امروز در پرسش‌های من با شما مطرح خواهند کرد. ولی قبل از اون اجازه بدید به چند تا نکته خدمتتون یا توجهتون رو جلب بکنم. سه مسئله هست، بسیارم سریع از روش رد میشم. یکی، هفته گذشته ایالات متحده آمریکا در تسخیر جنازه یا پیکره سناتور مک‌کین بود و اونج این تسلط سناتور فقید آمریکایی که طرفدار شدت عمل هم علیه ایران بود، در روز شنبه گذشته در کلیسای بزرگ واشنگتن خودش رو نشون داد که سه رئیس جمهور، دو معاون رئیس جمهور و عده‌ای از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایالات متحده آمریکا در اون حضور داشتند. در واقع این اجتماع خیلی هم به خاطر فقط سناتور مک‌کین نبود، چون سناتور مک‌کین دارای جانبداری های سیاسی خاصی هم بود، به خصوص برای ما ایرانی ها. اگه از نقطه نظر یک ایرانی توجه بهش بکنیم، جای نقد بسیار زیادی داشت، به خصوص اون داستان بام 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 به معروف سناتور مک‌کین. بلکه از این جهت اهمیت داشت که این سناتور امریکایی در رابطه با آقای دونالد ترامپ مواضع انتقادی گرفته بود و دونالد ترامپ در واقع مانع از این شد، یعنی نظر خودش رو بیان کرد که من فکر نمی کنم کسی که در جنگ اسیر میشه این قهرمان جنگ است، چون یکی از قهرمانان جنگ ویتنام سناتور مک‌کین بود. او معتقد بود که قهرمان جنگ کسی است که در میدان نبرد جانش رو میده و از خودش میگذره و چیزی ازش باقی نمونه. اما سناتور مک‌کین رو نمیپذیرفت به دلیل اینکه سناتور مک‌کین اسیر شده بود. سناتور مک‌کین به دست ویتکونگ‌ها شکنجه شد، زندانی انفرادی کشید، قسمت‌هایی از بدنش ناقص شد، مدت 5 سال در زندان ویتکونگ‌ها بود و این از نظر آقای دونالد ترامپ کافی نبود برای اینکه او رو قهرمان جنگ بنامد. جالبترین سخنرانی رو نه آقای جورج بوش کرد و نه آقای باراک اوباما، رؤسای جمهور قبلی ایالات متحده آمریکا. جالبترین سخنرانی رو دختر مک‌کین کرد که در حالی که میگریست شعار بدون اینکه ذکر نام بکنه، رئیس جمهوری رو که دعوت نکرده بودند به این مراسم، یعنی آقای دونالد ترامپ رو، اگرچه دامادش و دخترش اومده بودند، به هر حال دونالد ترامپ یه شعار داره که ما آمریکا رو دوباره به عظمت خودش برخواهیم گردوند. او در حالی که حق گریش سالن بزرگ کلیسا رو پر می‌کرد گفت احتیاجی نیست که ما آمریکا رو عظمتش رو بهش برگردونیم. آمریکا همیشه کشور با عظمتی بوده و هست. از آقای مک‌کین که بگذریم، دیروز اعلام شد که شخصیت گرانقدر ایرانی پروفسور احسان یار شاطر در 98 سالگی دنیای ما رو بدرود گفت. یار شاطر یک بهایی ایرانی بود، یک ایرانی بهایی بود، بهایی زاده بود و تمام عمر خودش رو صرف خدمت به فرهنگ و ادب ایران کرد. احسان یار شاطر حق بسیاری رو بر گردن این فرهنگ و ادب داره. اگر در پشت سر من ملاحظه فرمایید، همین جایی که تصویر آقای مجسمه آقای
گاندی رو میبینید، مجموعی از کتاب هایی انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، فقط این یه نمونه کوچیکشه، کتاب هایی است که در بنگاهی که او وقتی شنید که عراقی ها در این زمینه برگردوندن آثار بزرگ به زبان عربی اقدام کردن و 600 تا یا 700 تا عنوان کتاب رو برگردوندن به زبان عربی، او به هر حال توانست فکر ایجاد بنگاه ترجمه و نشر کتاب رو به کرسی بشونه به کمک یارانش و سایر فرهیختگان ایران و در این راه اقدام بزرگی کرد. اما کار احسان یار شاطر در واقع ناتمام موند با وقوع انقلاب ایران، ولی یار شاطر کسی نبود که دست برداره. او اقدام به انتشار دارالمعارف ایرانیکا کرد، دارالمعارف عظیمی که پیشبینی کرده بود در سال 2020 انتشار اون به پایان خواهد رسید، ولی متاسفانه عمر خودش تا سال 2018 نیمه 2018 بیشتر نبود. اون چی که شاخص میکنه کارهای احسان یار شاطر رو علاوه بر همه اقدامات فرهنگیش، فقر و فاقه و زندگی بسیار سختی است که این مرد در دوران کودکی نوجوانیش با اون مواجه بود، ولی هرگز دست از سخت کوشی بر نداشت. آخر سر حتی برای تأمین بودجه لازم برای دارالمعارف ایرانیکا بخش های از مجموعه های شخصی خودش رو هم به فروش رسوند. یادش گرامی باد و خدمتش جاودانه است برای فرهنگ ایران. با او شانس یک گفتگوی فوق‌العاده طولانی رو داشتم و امیدوار هستم که در آینده فرصتی بشه بخش‌هایی از این گفتگو رو برای شما بتوانم پخش بکنم. و ما مسئله سومی که میخوام قبل از پرداختن گفتگو با میهمان گرانقدر برنامه امروز به اون بپردازم، این مسئله فاحشه‌های یا روسپی‌های اطراف حرم امام رضا هست که این روزها در بوق و کرنا کردنش. من حقیقتش امروز وقت نیست از مهمانم احتمالاً بپرسم، ولی این یعنی چی که هر چند وقت یه دفعه ما با یه جریانی یا ما رو می‌ذارن سر کار یا خودمون سر کار می‌ریم؟ و مثلا فرض بفرمایید تا همین هفته قبل اگر گفتید که مسئله مهم برای ما چی بود، مسئله دریای خزر بود، مسئله دریای مازندران بود، مسئله دریای ایران بود، ولی امروز دیگه خبری نیست، تمام شد. انگار که ما پذیرفتیم، همه این اقدامات رو انجام دادیم، همه کارا رو کردیم، یه دفعه بر شاید برای انحراف افکار عمومی مسئله فواحش اطراف حرم امام رضا به این شدت مطرح شد. من فقط خطر رو در اینجا میبینم که بعضی از این دوستان حتی در ابراز شکایات خودشون صادق نیستن. شاید از این نظر متاسف هستن که اونها از این بخت صیغه های پریرو یا نمیدونم به هر حال هرچی هستن در اطراف حرم اونها بی بهرن که اینطور فریاد در واقع وا مصیبت ها دارن سر میدن بدون توجه به الاهم و فعل اهم کردن قضایا، بدون توجه به اینکه در مقایسه با مسئله دریای ایران، مسئله روسپی های اطراف حرم امام رضا یک مسئله ناچیز اجتماعی است. اصلا اینقدر در بوق و کرنا کردن فقط به خاطر اینکه به اینها هویت میده، بدون اینکه بخوان بدونن در چه مسیری دارن جامعه رو جلو میبرن. و خلاصه این رفتار برای من قابل فهم نیست. شاید یک روز قرار باشه در همین فاصله، من چون در 24، 25، 26 و 27 ماه سپتامبر میرم در مقابل نیویورک، این حداقل کاریست که میتونم بکنم، میرم مقابل سازمان ملل و اونجا میخوام که اعتراض بکنم به سیاست‌های جمهوری اسلامی، به ماهیت وجودی جمهوری اسلامی و به حضور آقای حسن روحانی در اجلاس سازمان ملل متحد. نمیدونم، همه ماها باید در این تظاهرات شرکت کنیم، همه ماها به هر گروه و دسته‌ای که تعلق خاطر داریم یا اگر به جایی هم تعلق نداریم باید شرکت کنیم و اعتراض بکنیم.
ما دریای مازندران رو میخواییم بفهمیم بر سرش چه آمده است. برای ما یک مسئله یک هفته نیست. برای من به عنوان یک ایرانی که از این 82 میلیون ایرانی، درسته که مهمه وضعیت زنانی که کارگران جنسی در داخل کشور ما هستند. برای من مهم نیست که اینا روسبی هایی هستند که توسط اعراب خریداری میشن یا توسط ایرانی ها خریداری میشن یا توسط آمریکایی ها. این انقدر اهمیت نداره. برای من اگر قرار باشه به دو مسئله بپردازم، یکی روسبی های اطراف حرم امام رضا و مسئله دریای کاسپیان، دریای مازندران، دریای ایران، بدون تردید من جانب دریای ایران رو خواهم گرفت. ضمن اینکه معتقدم همین زنان کارگر جنسی، اونها هم اگر قرار باشد بین زندگی خودشون و ماهیت و وجود ایران انتخاب بکنند، قاعدتا ایران رو انتخاب. شاید در یه برنامه به تجربه خیلی تصادفی خودم ولی نسبتا گسترده خودم در رابطه با آسیای جنوب شرقی و تایلند و اون چی که در تایلند مشاهده کردم، در دوره‌ای که در دو دوره در واقع به تایلند رفتم، یکی در بنا برای گوندن دوره برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی توسعه اجتماعی از طرف سازمان به دعوت سازمان ملل متحد، بورس سازمان ملل متحد رو داشتم و به اونجا رفتم بدون اینکه خیالتون راحت باشه. اصلا نمیدونستم تایلند کجاست و مسائلش چیه. خیلی خیلی جوان بودم. و برای اینکه واسه خیالتون راحت بکنم، این است که تازه 2 هفته بود ازدواج کرده بودم و این ماموریت بهم خورد و بدون همسرم رفتم به تایلند. تازه وقتی هواپیما وارد حریم هوایی تایلند شد، متوجه شدم تایلند کجاست. وقتی میهماندار من دیدم کتابچه ای رو جلوم گذاشت که از بینش انتخاب بکنم، وقتی کمک خلبان آمد سراغم که انتخاب بکنم، وقتی در تاکسی فرودگاه وقتی سوار شدم یک کتابچه 200-300 برگی رو راننده تاکسی در اختیارم قرار داد، تازه متوجه شدم که ایداد کجا اومدم. باور کنید اون موقع مردی که 2 هفته بود با همسرش ازدواج کرده بود، فقط گفتم ایداد چه عمری بر من برباد رفت. و چیزهایی رو که در تایلند دیدم در رابطه با سکس با شما مطرح خواهم کرد. نکته بسیار مهمی که میخوام قبل از شروع مصاحبه با شما این رو بیان کنم این است که در اون روز من یه جوانی بودم، رفته بودم تایلند، دیدم برنامه ریزان تایلندی مثل سازمان برنامه ما عین این رو در تایلند داشتن. اینها آمدن وقتی میخواستن به ما روش‌های توسعه اجتماعی اقتصادی و تأمین منابع رو یاد بدن، با کمال افتخار در مورد روسپی‌های تایلندی صحبت می‌کردن که ما موازنه ارزی و کسری ارزیمون رو از طریق توریسم و توریسمی که عمدتاً مشتری پاتایا است تأمین می‌کنیم. و باز در شمال شرق تایلند وقتی برای یک تهیه برنامه نمونه توسعه اقتصادی و اجتماعی رفتیم با اتفاق 13 کشور دیگه شرکت کننده در استان کرات، کرات در شمال شرقی تایلند، حتی یک زن غیر روسپی وجود نداشت در تمام این استان. بگذاریم، در همین حد این داستان رو نگه دارید، شاید روزی در این برنامه به بررسی مسئله روسپیگری در جهان امروز و عنوان یکی از شیوه های جبران نارسایی های اقتصادی و شاید شیوه هایی که ناچارن زنان به اونها رو خواهند آورد و این ویژه ایران فقط نیست متاسفانه، بلکه در همین ایالات متحده آمریکا هم این شیوه برخورد با این مسئله روز به روز در حال توسعه هست، خواهیم پرداخت تا ببینیم به مسائل اجتماعی چگونه باید توجه بکنیم، کدامین مسائل رو باید مطمع نظر قرار بدیم، رکهای گردنمون بزنه بالا که چرا زن ایرانی روسپی شده. میدونید نتیجه این نکارا خواهید دید در آینده هیچی نیست جز چند زن روسپی جانشون رو از دست بدن، اسید بهشون پاشیده بشه و ناقص الوجود بشن. بگذاریم.
خیلی حاشیه رفت. بریم و خوش آمد بگیم به مهمان ارزنده برنامه امروز همصدایی، هشتمین برنامه، جناب آقای دکتر اسماعیل نوریالا. سلام آقای دکتر. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان برنامه. جناب دکتر، خوشحالم که بعد از مدت‌ها این شانس گفتگو با شما دست داده و دوباره در خدمتتون هستم. سه مسئله اصلی دارم که میخوام با شما مطرح کنم. البته اگر شما هم نکته خواسته باشید مطرح کنید قبل از شروع بحث، آزادید این کارو بکنید. یکی این که من میدونم که شما در همین چند روز 20 روز آینده اجلاس بزرگی رو از نظر کیفی و اهمیت برگزار میکنید در کشور آلمان. بهتون دست مریضات میگم، چون ظاهرا یکی از ویژگی های اسماعیل نوریالا و همکارانش پایمردی و سماجت و ایستادن بر سر کاریست که میخوان بکنند با همه سختی هایی که دارید. میخوام در این مورد توضیح بدید. دوم، در مورد مطلبی که باز اشاره کردید در این اجلاس به اون خواهید پرداخت در آلمان و آغاز تهیه قانون اساسی برای ایران یا پیشنویس قانون اساسی برای ایران. و سوم، نکته‌ای که به نظر من از هر دو تا نکته قبلی برای من حساس‌تره، فکر دولت در تبعید است. از کجا شروع می‌کنید آقای دکتر؟ عرض کنم که خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم، دوست قدیمی، همکار سازمان برنامه، و هر بار که شما رو ببینم یاد اون روزگار هم میفتم. عجب روزگاری بود آقای دکتر. بله، خیلی پست و بلند بسیار داشت. عرض کنم حضورتون که خب ما الان تقریبا 10 سالی هست که مسئله سکولار دموکراسی رو به عنوان جانشینی برای یک حکومت مذهبی ایدئولوژیک تشخیص دادیم و روش تبلیغ کردیم، و بعد از 2-3 سالی که از آغاز این کار گذشت به این نتیجه رسیدیم که نه سکولار دموکراسی هنوز در اذهان عمومی جا افتاده و نه سکولار دموکرات ها با هم یک نوع ارتباط سازنده ای دارن. به همین دلیل شروع کردیم به کنفرانس های سالانه خودمون یا کنگره های سالانه خودمون با این هدف که اولا سکولار دموکراسی رو به عنوان یک گفتمان سیاسی معرفی کنیم و جا بندازیم، و در این حال سکولار دموکرات ها رو با هم آشنا بکنیم و دستشون رو توی دست هم بذاریم. و عرض کنم که پنجمین کنگره ما پارسال در شهر کلن برگزار شد و در اونجا تصمیم گرفته شد که حالا این آشنایی ها و همدلی ها رو تبدیل به یک کار تشکیلاتی هم بکنیم، و این تشکیلات رو به تأسی از تاریخ پیش از اسلام خودمون اسمش گذاشتیم مهستان، به معنای جایی که مهتران و نخبگان جامعه میتونن بنشینن و راجع به جامعه فکر کنند و عمل بکنن. و در نتیجه در 1 سال گذشته ما علاوه بر این که هر هفته یک شنبه ها جلسه عمومی مهستان رو داشتیم که به طور وسیعی هم از روی ستلایت و هم اینترنت پخش میشد و سخنوران و متفکران سیاسی مختلف می آمدند و نظرات خودشون رو بیان می داشتند، هر هفته 2-3 جلسه هم داشتیم برای اینکه وارد کار عملی سیاسی این مهستان بشه. و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما باید هم هدف، هم استراتژی و هم احیانا تاکتیک های مبارزاتی خودمون رو هم برای خودمون روشن بکنیم و هم برای مردم توضیح بدیم. مثلا یکی از اولین مسائلی که برای ما مطرح بود این بودش که آیا در آینده هدف مهستان سکولار دموکراسی چی میتونه باشه. تصور این بودش که به راحتی میتونیم بگیم هدف ما
برانداختن حکومت اسلامی. ولی بعد ملتفت شدیم که این هدف نمیتونه باشه. برای اینکه ما اگر فکر نکرده باشیم که پس از حکومت اسلامی چه اتفاقی در مملکتمون خواهد افتاد، مبارزه با حکومت اسلامی برای برانداختنش یک نوع ماجراجویی بدون فکر هست. و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که هدف ما باید استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در ایران باشه. و بعد برای رسیدن به اون حکومت، این جاده پر از سنگلاخ و عرض کنم که تخت سنگهای بزرگیه که سر راه ما قرار گرفته و باید این تخت سنگها رو کنار زد تا به هدف رسید. و در نتیجه مسئله منحل کردن حکومت اسلامی رو استراتژی خودمون برای رسیدن به اون هدف تلقی کردیم. و بعد در زمینه استراتژی مطالعات زیادی صورت گرفت و نتیجه این بودش که در مرحله اول ما باید راه حلی پیدا کنیم برای اینکه بعد از فروپاشی حکومت اسلامی، حکومتی که میاد بر سر کار آیا نوعی بازتولید استبداد رو با خودش خواهد آورد و یا میتوان به زرس قاطع گفتش که این سکولار دموکراسی در ایران ماندگاره. بنابراین مدتی رو در این گذروندیم که در واقع راهکارهای جلوگیری از بازتولید استبداد رو پیدا کنیم که اون به صورت یک سندی از جانب مهستان منتشر شد. کارهای دیگری که داشتیم این بود که ما سه تا عرض کنم که کار رو برای خودمون در یک سال گذشته انتخاب کردیم که به انجام برسونیم. اول صحبتش این بودش که ما بیاییم و یک قانون اساسی جدید بنویسیم، ولی فکر کردیم که اولا قانون اساسی جدید زیاد نوشته شده و وجود داره و بعد هم تصمیم نهایی راجع به قانون اساسی رو مجلس مؤسسان پس از فروپاشی حکومت اسلامی میگیره. کاری که ما باید بکنیم اینه که ما بگیم به عنوان جمع سکولار دموکرات ها چه توقع و انتظاری از یک قانون اساسی داریم. و بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که در سال گذشته انجام شد این بود که ما توقعات خودمون رو فهرست کردیم. دیگری این بود که صحبت آلترناتیو سازیه. بالاخره برای مبارزه با حکومت اسلامی باید یک آلترناتیوی وجود داشته باشه، در مقابل اون قد علم بکنه و عرض کنم که در واقع مبارزه علیه حکومت اسلامی رو مدیریت بکنه. ما البته خودمون هیچ وقت فکر نکردیم که ما آلترناتیو هستیم و فکر کرده بودیم که باید تسهیل بکنیم راهی رو برای اینکه این آلترناتیو به وجود بیاد. ولی باز در اون زمینه هم به این نتیجه رسیدیم که اول باید توقعات خودمون رو یا تصورات خودمون رو راجع به یک آلترناتیوی که میتواند ما را به سکولار دموکراسی برسونه تهیه بکنیم. این سندی است که هنوز تکمیل نشده، ولی امیدوارم که در همین هفته آینده تکمیل بشه. و بالاخره هم این که اون دولت موقت یا دولت گذار یا ترانزیشنال در واقع، چون همه دولت ها موقت هستن، بالاخره یه روزی روزگارشون سر میاد و باید برن کنار، اما اون دولت خاصی که دوران گذار و ترانزیشن رو به اصطلاح اداره می کند، اون باید داره چه مشخصاتی باشن که اون عرض کنم که تازه کار روش رو شروع کردیم و امیدواریم در دو سه هفته آینده که باقی مونده در مورد کنگره اون رو هم نهاییش بکنیم. فکرهای زیاد و اسناد مختلفی رو جلب کردیم، مطالعاتی صورت گرفته است. به هر حال امسال کنگره ششم خودمون رو که در فرانکفورت 22 و 23 سپتامبر تشکیل خواهد شد، اختصاص دادیم به این به خیال خودمون دستاوردهای مهستانمون. دارای 4 پنل بحث خواهیم داشت. پنل اول روز شنبه صبح در مورد همین سند توقعات ما از قانون اساسی خواهد بود. بعد از ظهرش توقعات ما از آلترناتیو، یک شنبه صبح توقعات ما از دولت موقت و یک شنبه عصری هم به جنبندی کار و اینکه در سال آینده در مهستان باید چه کاری را انجام بدیم اختصاص خواهیم داد. این مجموعه خلاصه آن چیزی است که
میتونستم خدمتتون عرض کنم. یه نکته ای رو فرمودید، همونطور که در پرسش هم از جناب عالی این رو مطرح کردم، این دولت در تبعیده. آیا شما در واقع به این نتیجه رسیدید که مسئله یا گروه شما به این نتیجه رسیده که با مسئله فقدان رهبری باید به شکلی برای جلو بردن مبارزه با جمهوری اسلامی اقدام کرد و شما در واقع دارید نوعی رهبری رو، رهبری تازه رو، البته ما داریم مجاهدین خلق رو که رئیس جمهورشون هم انتخاب کردن هست، ولی در بین سایر گروه های مخالف جمهوری اسلامی اگر اشتباه نکنم گروه شما، سازماندهی سیاسی شما اولین گروهی است که میره پی اعلام یک دولت در تبعید. آیا با این ترتیب شما به نیاز جامعه برای مسئله رهبری مبارزه دارید پاسخ میدید یا نه چیز دیگه ای مورد نظرتون است؟ ببینید، به نظر من اولا لفظ دولت در تبعید لفظ درستی نیست، به خاطر اینکه معمولا دولت تبعید در تبعید وقتی مطرح میشود که کشور مثلا در اشغال قرار میگیره و دولتی که در اون کشور داره حکومت میکنه میاد خارج و در خارج سعی میکنه که جبران بکنه منافات رو و برگرده به کشور. چنین چیزی در مورد ما وجود نداره. ما احتیاج داریم به این که یک دولت داشته باشیم که پس از فروپاشی حکومت اسلامی بتواند مملکت رو موقتا اداره بکنه، عرض کنم که مجلس مؤسسان رو تشکیل بده، قانون اساسی نوشته بشه، بر اساس اون قانون اساسی انتخابات بشه و دولت دموکراتیک واقعی جایگزین دولت درگذار میشه. اما مسئله در این است که خب هر نهاد سیاسی رو که شما در نظر بگیرید این باید از یه جایی مأموریت پیدا بکنه برای این کار. دولت گذار که یه نهاد ساخته شده نیست که از کره مریخ بیفته زمین و بگیم که خب وقتی که حکومت اسلامی فروپاشید این برمیگرده میره ایران و کارها رو اداره میکنه. دولت در گذار مربوط به دوران گذار احتیاج به این داره که یک منبع معروف مأموریت و حقانیت داشته باشه. به نظر ما اون برمیگرده به شورای رهبری، عرض کنم که مبارزات. این شورا اگر که شکل بگیره اون وقت میتونه این اعضای این دولت گذار رو تعیین بکنه، بهشون مأموریت بده که پس از اینکه حکومت فروپاشید اونها اداره بکنن مملکت. بنابراین بحث مرغ و تخم مرغ پیش میاد، یعنی اول ما باید راجع به شورای مدیریت صحبت بکنیم، بعد راجع به اینکه این شورای مدیریت چگونه میتواند دولت موقت رو مأموریت بده و شکل بده بهش و بعد این بعد از فروپاشی بره به ایران و این کار رو انجام بده. بنابراین بحث راجع به ایجاد دستگاه رهبری در حال حاضر مهمتر از دولت موقت هست و در این مورد اعتقاد ما بر اینه که همطور که شما خودتونم اشاره کردید آلترناتیف های مختلفی خودشون رو مطرح کردن. حالا مجاهدین مشخص تر و سازمان یافته تر از همه، اما مثلا آقای رضا پهلوی هم هستن و طرفدارانشون و اینکه فکر میشه که ایشون هم میتونن رهبری یک شورای مدیریت رو بر عهده بگیرن و به نظر من به خصوص از دی ماه گذشته تا اکنون بسیارانی هستند که دنبال تشکیل چنین چیزی هستن و من احتمال میدم تا همین یک ماه آینده دو سه تا آلترناتیو دیگه هم اعلام موجودیت رو کنه. ما هم البته برای خودمون این حق رو قائل هستیم که یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو تشکیل بدیم و معرفی بکنیم. بنابراین میدان میدان رقابت مدعیان آلترناتیو خواهد بود، اما در آخرین مرحله این ملت ایران هستند که آلترناتیو واقعی رو تعیین خواهند کرد و خواهند گفتش که مثلا ما مجاهدین رو میخوایم که مدیریت بکنه این گذار رو یا مبارزه رو یا سکولار دموکرات ها یا آقای رضا پهلوی یا ادغام چند تای از اینها در هم.
بنابراین در حال حاضر ما اگر کوششی هم در سال آینده داشته باشیم، این نیست که ادعا کنیم ما تنها آلترناتیوی رو داریم به وجود میاریم که ملت ایران باید به اون رأی بده. ما هم میایم در این بازار و مکاره شرکت میکنیم، این آلترناتیو رو سکولار دموکرات رو معرفی میکنیم، برنامه هاش هم توضیح میدیم و به نظر من روزی به زودی فرا خواهد رسید که ملت ایران وقتی که میان توی خیابون و میگویند که چه نمیخواهند، میتوانند بگویند که در بین آلترناتیو های موجود کدام رو بیشتر عرض کنم که کارآمد میدانند و به اون رأی میدن و اون رو صدا میکنند و میگویند که مثلا ما رهبری شما رو. شما همیشه در همه این احوال در تاریخ که نگاه کنید چنین شکلی بوده، یعنی مثلا شاید تا قبل از تابستان سال 57 ما آلترناتیف های مختلفی رو برای نظام گذشته داشتیم، از جمله مثلا جبهه ملی رو. ولی وقتی که حالا به دلایل خاصی آقای خمینی بلند شد و رفت به نفلوشاتو و تمام دستگاه های دنیا هم به کار افتاد که ایشون رو به عنوان آلترناتیو معرفی کنند، ایشون شدند آلترناتیو منتخب مردم ایران. مردم آمدند تو خیابون و گفتند خمینی رهبر ماست. و وقتی که این انتخاب صورت گرفت، اون آلترناتیو های دیگه از جمله عرض کنم که مثلا جبهه ملی یا فدایان خلق یا مجاهدین خلق که اینا همه مدعی آلترناتیو بودند، مجبور شدند که در حمایت از آقای خمینی حرکت بکنند. ما چنین سناریویی ببخشید، پرسش من از جنابالی اینه، یه خورده من نگران شدم با این ترتیب که شما تشبیه کردید در بازار مکاره سیاسی، شما هم متاعی رو که فکر میکنید باید به مردم عرضه کنید عرضه میفرمایید. حقیقت قضیه این است که آیا واقعا شما معتقدید که مردم در شرایطی هستند که وارد این نوع انتخاب ها بشند، یا همچین فرصتی پیش خواهد آمد برای اینکه گروه های مختلف بیان بگن ماها هستیم و مردم اسم یکی از این ها رو صدا بزنند، قبول کنند یه پلتفرمی رو و دنبال اون را بیفتند، یا نه باید به هر حال جنابالی خودتون یک جامعه شناس هستید، این مسئله رهبری جمعی در ایران بجز در سابقه حزب توده در ایران که در یه دوری خب شما این رو میدیدید این رهبری وجود داره، اونم به خاطر اینکه خب باز اون از یه سیستم متمرکزی میومد و این رهبری اینجا اعمال میشد، در ایران اعمال میشد. پرسش من این است که شما شانسی برای این رهبری میبینید، یا این یا اول کسانی باید باشند که مردم نامشون رو صدا بزنن و حول و حوش اونها یک نظمی شکل بگیره. من خیلی تردید دارم ما با شرایطی مواجه بشیم که مردم قبل از اینکه رژیم ساقط بشه، یا به چه شکلی میتونن، بهتر اینجوری بگم، به چه شکلی میتونن انتخاب بکنن از بین این گروه های مختلف؟ چگونه باید مردم، چرا باید بیان طرف فرض کنید سازماندهی که شما انجام میدید، پیشنهادات که شما میکنید، دولت گذاری که شما پیشنهاد میکنید، چه کسی باید در رأسش؟ آیا نباید کسانی باشن در رأسش که ابتدا اونها از اعتماد مردم برخوردار باشن؟ در خدمتتون. صد درصد چنینه. اصلا تا موقعی که اعتماد مردم و انتخاب مردم در کار نباشه، آب در هاون کوبیدنه. ما هم اگر که پیش بره کارمون و به جایی برسیم که بتوانیم یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو معرفی بکنیم و از مردم تقاضا بکنیم که به صحبت‌های اونها گوش بکنن، باید آدم‌هایی رو داشته باشیم که در این آلترناتیو حضور پیدا کنند و هم با جاذبه خودشون، با کاریزمای خودشون، با اندیشه خودشون، با سابقه خودشون و با دستور کاری که دارند بتونن خودشون رو معرفی بکنن و عرض کنم که این کار صورت بگیره. من خطر رو در این میبینم که چنین کاری صورت نگیره، یعنی اینکه الان شما نگاه بکنید که از دی ماه تا کنون که این جریان تظاهرات در ایران در شهرهای مختلف ایران پیش آمده،
یکی از خطرناکترین وضعیت هایی که وجود داره این است که حرکت خودجوش مردم بدون رهبری شاخص داره انجام میشه و در نتیجه یه نوع آنارشیزمی در ایران برقراره، یعنی که مردم میان توی خیابون نیروی خودشون رو به همدیگه وصل میکنن، متحد میشن، اما اگر رهبری نباشه مملکت به نظر من به آشوب و جنگ داخلی و تجزیه خواهد کشید. این خطرناکتری شما نگاه بکنید الان مثلا برخی از این سازمان هایی که خیلی هم بیشتر از تشکیلات ما شناخته شده هستند در ایران، همشون تشکیلات آنارشیستی هستند، یعنی اساسا بنیاد کارشون رو بر این گذاشتن که مبارزه احتیاج به رهبری نداره. و به نظر من تجربه تاریخی نشون داده است که آنارشیست ها ویرانگران یک جامعه هستند. بنابراین بنده به سهم خودم الان 15 ساله دارم فریاد میکشم، مینویسم، میگم که ما نیازمند داشتن یک تشکیلات مدیریتی هستیم. به همه هم که میتونستم مراجعه کردم، باهاشون نشستم صحبت کردم، ولی تا دی ماه گذشته اصلا چنین اشتهایی رو من نمیدیدم در شخصیت ها و سازمان های سیاسی که از عزلت خودشون بیان بیرون و بخوان چیزی رو تشکیل بدن. اما الان فکر میکنم که همه از خواب خرگوشی بیدار شدن و شروع کردن به این سازمان های مختلف دارن نمیدونم کنگره میذارن، تشکیلات دارن تشکیل میدن، بحث های اتحاد و ائتلاف و این حرفا مطرح هست. و به این دلیلی که من عرض میکنم که ما هم امیدواریم که در سال آینده آلترناتیو سکولار دموکرات رو با شخصیت های قابل اعتماد معرفی بکنیم و هم تلاش بکنیم که با دیگر آلترناتیوها مذاکره بکنیم و به یک اجماع نظری برسیم برای اینکه لااقل بخش خارج از کشور مبارزه بتونه خطوط مدیریت و رهبری خودش رو ارائه بده. بدون این قضیه به نظر من سرنوشت بسیار خطرناکی منتظر ایران. و همین روزها داره این سرنوشت رقم میخوره متاسفانه. نمیدونم تا چه حد شما در افق میبینید که بتونید در این کار موفق بشید. شما چه چیزی رو رومیز میگذارید برای گذشت از سوی خودتون و همفکران خودتون، و چه چیزی رو انتظار دارید که ما اونایی که با شما ممکنه ائتلاف بکنند، اصلا توافق نداشته باشند، ائتلاف بکنند، کنار شما بایستند برای اینکه این مرحله رو بگذارونید، فکر میکنید از اونها چه انتظاری دارید؟ ببینید از لحاظ زمان که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ممکنه فردای اتفاقی بیفته و هیچ کسی کاراش به جایی نرسیده باشه که بشه چیز کرد، ولی به هر حال در اون مهلتی که زمانه و تاریخ در اختیار اپوزیسیون گذاشته، ما نهایت تلاشمون رو در جبهه های مختلفی داریم انجام میدیم. مثلا یکی از مشکلاتی که من بهش برخوردم در طی این سالها که با همه سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی به گفتگو نشستم، مثلا اختلاف بین جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان بود که دو تا اردوگاه کاملا ضد هم رو تشکیل داده بود و بیشتر انرژی صرف خونسا کردن اون دیگری می‌شد. در نتیجه ما در همین مهستان در همراه با اون میثاق ملی برای جلوگیری از باز تولید استبداد فکر کردیم که چگونه می شود این اختلاف رو به حداقل تخفیف داد. از یک سو پادشاهی خواهان، نه سلطنت طلبان. سلطنت طلبان نیروهای عرض کنم که پراکنده بی قدرتی هستند که به نظر من هیچ آینده‌ای در ایران ندارن. اما پادشاهی خواهان که معتقد به یک نظام پادشاهی پارلمانی هستند، قبول دارند که پادشاه فقط یک نقش نمادین و تشریفاتی رو بازی میکنه، همان گونه که در قانون اساسی مشروطه هم پیش بینی شده بود، و حق دخالت در عرض کنم که امور روزمره مملکت رو نداره. ما آمدیم گفتیم که خب اگر پادشاهی خواهان این گونه تن میدن به یک پادشاهی نمادین و سمبولیک، خب چرا ما جمهوری خواهان این کارو نکنیم؟ بنابراین پیشنهاد کردیم که در آینده اگر رئیس جمهور هم داشتیم، اون رئیس جمهور یک رئیس جمهور نمادین و تشکیلاتی باشه، و به این ترتیب با خارج کردن هم شاه
هم رئیس جمهور از حوزه مدیریت روزمره مملکت و دادن اختیار به نخست وزیر یا صدر اعظم در واقع دو تا مدل مثلا هندوستان و آلمان و ارزگان که کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن رو که نشستیم روی قانون اساسی همشون مطالعه کردیم رو سرمشق قرار دادیم و معتقدیم که قانون اساسی فقط باید بگوید که مملکت دو تا رئیس خواهد داشت، یکی رئیس نمادین مملکت که در واقع نشانه وحدت ملی و یکپارچگی کشور و ارزش‌های تاریخی کشوره ولی حق دخالت در کار روزمره مملکت رو نداره، اما در این حال یک نخست وزیر یا صدر اعظمی خواهیم داشت که او مملکت رو عرض کنم که اداره میکنه. به نظر ما این قانون اساسی باید در همینجا اکتفا بکنه و اینکه نام اون رهبر نمادین شاه باشه یا رئیس جمهور باشه رو تصمیم گیری نکنه. اول این قانون اساسی بر بنیاد یک ساختار دموکراتیک سکولار امروزی به تصمیم مردم برسه، بعد در یک رفراندوم دومی تکلیف این که اون رهبر نمادین مملکت شاه اسمشه یا رئیس جمهور مطرح بشه. آقای دکتر اجازه بدیم با توجه با وقت همینجا سوالی رو که مطرح میشه ببینید، من نمیدونم شما پژوهش گروه گمان رو دیدید یا ندیدید، نزدیک به 20,000 نفر رو 19,368 نفر رو باشون صحبت کردن. بذارید یه خود رک و بیرو در وسطر با هم صحبت کنم. آقای ملکی بفرمایید. بله عمار ملکی. بله دیدید شما کارشون رو؟ بله بسیار. اگر در این توجه فرمایید، جالبه تنها شخصیت سیاسی که فارغ از گرایش سیاسی بهش، یعنی همون پادشاهی خواهان که شما بهش اشاره میکنید، نزدیک به نیمی از این جامعه نمونه بهش رأی میده، شاپور رضا پهلوی است. این رو به مردم، و جالبه یکی از دیگه نتایج این تحقیق نشون میده که طرفداران شاپور رضا پهلوی در داخل کشور 15% بیشتر از خارج از کشورند. یعنی در خارج از کشور مخالفت با رضا پهلوی بیشتر. حالا اما وقتی نفر دوم رو نگاه میکنید بعد از رضا پهلوی، نسرین ستوده از آب در میاد که نسرین ستوده 8% از جامعه نمونه بهش اظهار تمایل میکنه. این بالاترین درصد بعد از شاپور رضا پهلوی. این تی کردن با رضا پهلوی در حالی که به نظر من او الان با توجه به اون چه که میگن نوستالژی دوران پهلوی، من فقط اینو قبول ندارم، فقط نوستالژی دوران پهلوی نیست که نام رضا شاه و محمد رضا شاه و حتی رضا پهلوی رو بر سر زبون مردم میاره. خیر، مردم جز این نام ها چیزی در خاطرشون نیست. برای من پرسش اینه چرا مردم نام دکتر محمد مصدق رو بر زبون نمیارن در تمام طول این از دیماه گذشته تا به امروز. نمیخوام برگردم سر بحث مصدق و شاه، شما متوجه منظورم میشید. حالا چرا رضا پهلوی با یه گروهی که 100 نفر 200 نفر یا 500 نفر به اصطلاح طرفدار داره باید بشینه سر میز و شرایط مساوی رو برای مذاکره قبول بکنه؟ شما فکر نمی کنید که رضا پهلوی متوجه امتیازی که در اختیارش هست شده؟ البته ضمن اینکه در شخصیت رضا پهلوی شخصا به مشاور رضا پهلوی من این رو نمی بینم بخواد درگیر این مسائل به طور جدی لااقل تا امروز بوده باشه. اما چرا رضا پهلوی اگر هم بخواد بوده باشه چرا با دیگران باید سر میز بشینه؟ از کنم این باید رو که من نگفتم، شما دارید میگید. آقای رضا پهلوی رو من عرض کردم که ایشون هم میتونن آلترناتیو خودشون رو به وجود بیارن اگر که بخواهن. من چون ایشون رو یک شخصیت سکولار دموکرات عرض کنم که معتقد به این که مثلا در امور
روزمره مملکت دخالت بکنه میدانم، اساسا ایشون رو متعلق به سکولار دموکرات ها میشناسم. حتی بعد در کنگره اول سکولار دموکرات ها که در سال 2013 در واشنگتن تشکیل شد، ما کنگره رو با پیام ایشون آغاز کردیم. اما ما خبر نداریم که ایشون دارای چه محصولاتی هستند و بر اساس چه معیارهایی عرض کنم که موزگیری میکنند. من امیدم اینه که روزی برسه که ایشون تصمیم بگیرند که بیایند و در یارانی رو انتخاب بکنند، آلترناتیوی رو به وجود بیارند که دارای همون مشخصاتی باشه که ایشون بارها گفتند. ایشون در آخرین مصاحبه خودشون با صدای امریکا به صراحت گفتند که پادشاه اگر که میخواهید باید یک شخصیت غیر مسئول و غیر تشریفاتی باشه و در کارهای مملکت دخالت نکنه. ایشون یک نکته رو بارها تکرار کرده اند، میگویند من معتقد به جمهوریت هستم، یعنی که ساختار یک مملکت باید بر اساس حاکمیت ملی یعنی جمهور مردم باشه. حالا اون بالا رئیس اسمش رئیس جمهور باشه یا پادشاه باشه تفاوتی نمیکنه. بنابراین از نظر تشکیلات ما هم ایشون موجه ترین کسی هستند که می توانند سخنگوی آمال و آرزوهای سکولار دموکرات ها باشند. ولی این قصه اون طرفه که می گفت می خوام برم با دختر شاه ازدواج بکنم، 50%ش هم درسته. ولی می پرسیدن که اون 50% چی؟ دیگه چیه؟ گفته که خب هنوز موافقت نشده با خواستگاری ما. ایشون یه فرد آزاد مستقلی هستند که هنوز اراده ای نسبت به این که یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو به وجود بیارند از خودشون نشون نداده. آقای دکتر خوب اشاره کردید، 50% شما میدونیم، 50% شما نمیدونیم. اما 50% که نمیدونیم اصلا درصد کمی نیست. چه کاری میشود کرد؟ یعنی من میدونم مجموعه تلاش‌های شما میخواد به این سوال احتمالاً جواب بده، ولی میخوام شفافتر در چند دقیقه وقتی که برام باقی مونده و برای هر دوم باقی مونده شما توضیح بدید. بسیار خوب، ما یه قطعه الماس با ارزش داریم از دید رهبری به نام شاهپور رضا پهلوی. ما نمیدونیم اینو چجوری باید تراشیدش یا این چجوری میخواد تراش بخوره و نقش ایفا بکنه. کنار این چه چیزی رو باید داشته باشیم که اگر این ابهام کماکان ادامه پیدا کرد مسائل ملی ما شاید ایجاب بکنی که از ایشون باید گذر کنی؟ شما به این فکر کردی؟ کی درش نیسته؟ حال تاریخ که نمیتونه منتظر یه آدم بمونه. آقای رضا ظاهراً ما منتظر موندیم مثل شاهزاده ها. جناب دکتر، ظاهراً ما منتظر موندیم و دائما این داستان داره تکرار میشه. نه از طرف شما منظورمه، یعنی ما چیزی جز این انتظار نداریم. همونطور که شیعیان منتظر ظهور ولی عصر هستن، ظاهراً ما هم منتظر تصمیم گیری ایشونیم. نه اینطور نیستش. من نمیدونم شما از این ما شامل چه کسانی میشه. ولی بسیاری از این مردم که به شاهزاده رای میدن و میخوان که ایشون نقشه فعالتری بازی کنن. البته یه اون مردم هم حکم اون خواستگار 50% رو دارن. ما که نمیتونیم منتظر بشیم. الان ما شاهزادگان قاجار داریم، شاهزادگان نمیدونم افشاری داریم، شاهزادگان عرض کنم که صفوی داریم. ایشون هم میتونن یکی از شاهزادگان پهلوی باشن و مثل بقیه یه در حاشیه تاریخ قدمی زده باشن. یا میتونن من و شما پلد... من و شما که میخوایم با ایشون پیوند دائم ببندیم ولی ایشون راه نمیده، بالاخره تا ابد که در تنهایی خودمون نمونیم، ما چه کسی رو میریم انتخاب بکنیم؟ نحوه گزینش اون پرده بعدی چگونه است؟ شما به این فکر کردین؟ ما بسیار هم به این فکر کردیم و عرض کنم که عرض کردم از بعد از کنگره این ماهمون ما اساسا وارد مرحله این میشیم که آلترناتیو سکولار دموکرات رو با وجود چه اشخاصی تشکیل بدیم. و در حال حاضر من نمیتونم از جزئیات این مسئله خدمتون عرض کنم، ولی فکر نمی کنم مدت زیادی ما بتونیم منتظر این مسئله باشیم. ما کار خودمون رو انجام خواهیم داد
همان گونه که کمونیست‌های ما منتظر رضا پهلوی نیستن، نه مجاهدین ما منتظر رضا پهلوی نیستن، ملت ایران هم بالاخره یه موقعی تشخیص خواهند داد که ایشون میخواد بیاد وسط یا نمیخواد بیاد وسط، و اگر نیامد اونها هم ایشون رو فراموش میکنن و به آلترناتیوهای دیگری خواهند اندیشید. آقای دکتر میتونید به من بفرمایید که الان غیر از گروه کسانی که با جنبش شما، حزب شما همراه هستند، پذیرفتند ارزش‌های سیاسی مورد نظر شما رو، شما با کدام یکی از کدامین گروه‌ها در حال مذاکره هستید برای رسیدن به یه ائتلاف؟ اصلا یه همچین کاری رو شروع کردید یا منتظر نتایج کنفرانس آلمانتون هستید؟ نخیر، شروع کردیم. نبونش این است که بعد از نوشتن میثاق ملی برای جلوگیری از بازتولید استبداد، مثلا با حزب مشروطه ایران به توافق رسیدیم، از اون میثاق حمایت کردیم. حزب ما، من دو تا کلاه در واقع دارم، یکی در مهستان هستم، یکی هم در حزب اختصاصی خودمون که حزب سکولار دموکرات ایرانیان باشه. این دو تا حزب با همدیگه در مسیر ائتلاف بسیار سریع دارن حرکت میکنن. یک حزب پادشاهی خواه با یک حزب جمهوری خواه دارن روی اون میثاق که توافق کردن، تا حالا 4 تا عرض کنم که اعلامیه مشترک دیگر هم دادن راجع به مسائل مختلف، و من یقین دارم که بعد از این کنگره اقدامات ائتلافی عمیق‌تری بین این دو حزب تشکیل خواهد شد. در این حال عرض کنم که 3-4 تا سازمان دیگه هم هستند که آغاز به گفتگو شده و خب داریم جاده رو صاف میکنیم، اختلافات رو حل و فصل میکنیم. من امیدوارم به این که هر دوتا کار با هم صورت بگیره، یعنی از یک سو 4-5 تا سازمان شناخته شده عرض کنم که دموکرات با همدیگه ائتلاف بکنن و از سوی دیگه شاهزاده رضا پهلوی هم به این ائتلاف بپیوندن. ولی اون یکیشو چون ما نمیدونیم از اراده ما و کنترل ما خارجه، ولی این یکی رو من با امید بسیار دارم بهش نگاه میکنم و فکر میکنم حاصل خواهد داد. آخرین تماستون اگر میشه بفرمایید با رضا پهلوی، شاهپور رضا پهلوی کی بوده؟ عرض کنم که 3 ماه پیش و 7 هفته پیش. از این جلوتر نمیتونید برید؟ نه، برای اینکه خب هنوز پاسخی نگرفتیم. ما پیشنهادات خودمون رو خدمت ایشون فرستادیم، منتظریم جواب بگیریم. خب امیدوارم که جواب براتون، برای هر هم شما هم شاهپور رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی قابل قبول باشه. امیدوارم که فرمودید که 22 و 23 در شهر فرانکفورت یا هامبورگ؟ فرانکفورت. بله، در فرانکفورت خواهید بود. برای شما و با همه سخت کوشیتون آرزوی موفقیت میکنم، همینطور برای همراهانتون. شما نیستید که در نیویورک مقابل با کنار ما باشید، ولی ما به جای شما هم دلتون میخواد چی به آقای روحانی بگیم وقتی اون لحظه‌ای که ماشینش رد میشه؟ شما که نمیتونید باشید. عرض کنم که نه، متاسفانه با اینکه هر ساله که این واقع اتفاق میفتاد من و خانم میرزادی میرفتیم نیویورک و در جمع هموطنانمون شرکت میکردیم، امسال به خاطر اینکه هیچ توجه نداشتیم که تاریخ کنگره ما درست همون روزیه که این اتفاق در نیویورک میفته، و ما فکر کردیم که در کنگره بودن مهمتر از به نیویورک رفتنه. ولی شما پیامی دارید برای آقای روحانی که بخواید ماها به ایشون بدیم همون فرصتی که کنار خیابون بود؟ من هیچ وقت اعتقاد نداشتم که اساساً با این موجودات خبیث وارد گفتگو شدم، بلکه ما باید جهانیان بگیم که اینها قاصبین حکومت در ایران هستند، اینها اشغالگران کشور ما هستند، و در نتیجه هر قراردادی رو که ببندند ما حق داریم که اون رو روزگاری که این حکومت فرو میپاشه نپذیریم. اتفاقا در سال گذشته عملی که آقای ترامپ کرد به نظر من یک پیش زمینه حقوقی رو فراهم کرد.
ایشون در یک معاهده‌ای در زمان آقای اوباما با جمهوری اسلامی وارد شد، ایشون گفتن که من اگر که به ریاست جمهوری برسم از این توافق بیرون خواهم آمد. ما هم از سپاسگزارم جناب دکتر نوریالا، قصدم این نیست که خدای نکرده، اگه میشه در یک جمله فقط بفرمایید، چون به من اشاره کردن که وقت تموم شده، بفرمایید که مطلبتون شهید نشه، فقط یک جمله. عرض میکنم ما وظیفمون اینه که بگیم که این حکومت رو قبول نداریم و حکومت سکولار دموکرات آینده ایران در تمام معاهدات این حکومت تجدید نظر خواهد کرد. بینندگان عزیز، این گفتگو رو در جای خوبی با آقای دکتر نوریالا تمامش میکنم و باور کنید که از همینجا گفتگوی بعدی رو ادامه خواهیم داد تا ببینیم اینکه ما در هیچ شرایطی آماده گفتگو نیستیم، این یه تاکتیک درست سیاسی است یا نه. جناب دکتر نوریالا، ازتون بسیار سپاسگزارم که پذیرفتید امروز در خدمتتون باشه. من هم از شما تشکر میکنم و موفقیت براتون آرزو دارم. سپاسگزارم. به همراه همکارانم علی، هومن و هومن و آرش، و با تشکر از دکتر علیرضا نوری‌زاده، به شما وقت بخیر میگم در هر جای دنیا که شاهد ناظر برنامه مرغ سحر هستید.